خداوند جان و خرد. سلام. سلام و صد سلام خدمت شما شاگردان عزیز و دوست داشتنی و لایقم. امیدوار هستم که همیتان خوب و صحتمند باشین و با انرژی، با آمادگی کامل منتظر درس امروزتان باشین. امروز هم با یک درس خیلی جالب و خیلی دلچسب و بسیار مفید و مؤثر از کتاب کیمیای صنف 12 در خدمت شما شاگردان عزیزم هستم. درس امروز ما هم به ادامه درس های گذشته هست، اما ابتدا میپردازیم به درس گذشته که ببینیم شما چقدر از درس گذشته به یادتان هست. در جلسات گذشته ما شما راجع به الکاین ها در واقع بحث هایی را داشتیم، الکاین ها را برای شما معرفی کردیم که الکاین ها چگونه هیدروکاربن هایی هستند. گفتیم هیدروکاربن هایی با روابط سگانه هستند و همچنان مشخصا در جلسه گذشته راجع به خواص فیزیکی و کیمیاوی الکاین ها صحبت کردیم. یکی گفتیم الکاین ها انحلال پذیریشان نسبت به الکین ها و الکان ها بیشتر هست به خاطر که رابطه کاربن هیدروژن قطبی تر هست و همچنان نقاط غلیان و ذوبانشان رو درباره صحبت کردیم که نقاط غلیان پایین تری دارن، همچنان کثافتشان گفتیم از یک پایین تر هست و همچنان در الکان ها هم الکان هایی که بین کاربن 4 تا، یعنی اونهایی که بین 2 الی 4 کاربن دارن حالت چی دارن؟ حالت گاز دارن و الکان هایی که از 5 تا 16 کاربن دارن حالت مایع و بزرگتر از او حالت جامد هست و همچنان بعضی از تعاملات کیمیاوی را که الکان ها میتونن انجام بتن مثل هیدروجنیشنشان، مثل هالوجنیشنشان، مثل نصب هیدروژن هلاید بالایشان و همچنان هیدریشن و اکسیدیشنشان در جلسه گذشته مورد بررسی قرار دادیم. امروز مشخصاً ما میخواییم راجع به یک گاز خیلی خیلی مهم صحبت بکنیم که یکی از الکاین ها هست و کوچکترین الکاین هست. میتونین بگوین در جلسه گذشته هم ما گفتیم کوچکترین الکاین چی میتونه باشه؟ شما حتما ولدنکاری فلزات دیدین، نه در زندگی روزمره، مثلا تر میشین از مقابل یک فلزکاری و اونجا میبینین که یک شعله ای را در اونجا میبینین که مخصوصا جاهایی که برق نباشه، البته جایی که برق باشه بیشتر از برق استفاده میکنن برای این کار و جایی که برق نباشه در واقع از این گاز استفاده میکنن، از شعله ای که این گاز تولید میکنه به خاطر از اینکه شعله‌اش حرارتش فوق‌العاده زیاد هست و به همین لحاظ در ولدنکاری فلزات ازش استفاده می‌کنن. کدام گاز هست می‌تونین بگوین؟ آفرین. کسایی که جلسه گذشته درس خوب دقت کردن حتما می‌تونن بگوین. گاز اسیتیلین. امروز ما می‌خوایم مشخصا راجع به کدام الکاین صحبت بکنیم؟ راجع به اسیتیلین صحبت بکنیم. خب ما می‌خوایم ببینیم که اسیتیلین در واقع دارای کدام ویژگی‌ها هست و چه تعاملاتی را میتونه انجام بده و چگونه استحصال میشه. اسیتیلین در واقع اولین الکاین هست با فرمول مولکولی C2H4، معذرت میخوایم H2 و فرمول ساختمانی به این شکل که من براتون می‌نویسم. رابطه بین کاربن کاربن رابطه چندگانه هست، سه‌گانه هست و به هر کاربن هم یک اتم هیدروژن وصل هست. خب یه چی هست؟ اسیتیلین هست و همچنین نام دیگه اسیتیلین چی هست؟ ایتاین هست به حساب نام آیوپاکش، ایتاین با پسوند YNE. اسیتیلین یک گاز هست، یک گازی هست که البته بوی شبیه سیر داره و از استحصال کلسیم کارباید میشه که در لابراتوار بدست بیاید که انشالله در جلسات آینده تجربهش هم با هم کار خواهیم کرد و شما با شیوه استحصالش به طریق لابراتواری عملا آشنا خواهید شد. خب ای که چگونه بدست میآید و کدام خواص را داره؟ ابتدا ما میاییم روی خواص فیزیکیش صحبت میکنیم. گفتیم که اسیتیلین یک گاز هست، در آب منحل هست، یعنی انحلالیتش در آب خوب هست نسبت به ایتیلین و ایتان به لحاظ از اینکه رابطه کاربن هیدروژن قطبی تر هست و همچنان وقتی که می سوزه از احتراق یک مول اسیتیلین، شاگرد عزیز، احتراق یک مول اسیتیلین 1300 کیلو ژول چی آزاد میشه؟ انرژی آزاد میشه. از احتراق یک مولش 1300 کیلو ژول فی مول چی؟ انرژی آزاد میشه. به لحاظ همین مقدار انرژی زیادی که در اثر سوختن اسیتیلین آزاد میشه در ولدنکاری فلزات استفاده میشه.
یعنی فوق‌العاده سوختنش حرارتزا هست. همچنان در لابراتوار این را میتونن که از چی به دست بیارن؟ از در واقع تعامل کلسیم کارباید با چی؟ با آب. کلسیم کارباید یا کلسیم استلایت نام دیگهش هست. فرمول کلسیم کارباید شاگردان نازنینم به این شکل هست. ببینید کلسیم Ca(C2) فرمول مولکولیش و فرمول مشرحش کاربن کاربن و هر دو کاربن هم با کلسیم رابطه کووالانسی داره. زمانی که با آب تعامل میکنه، خب زمانی که با آب تعامل میکنه تعامل کاملا خود به خودی هست، نیاز به حرارت نداره و اینجا چی تولید میشه؟ استیلین تولید میشه، همچنان کلسیم هایدروکساید تولید میشه. استیلین و کلسیم هایدروکساید تولید میشه. خب این طریق استحصال لابراتواریش هست. خب من اینجا برای شما یک مدلی از استیلین را هم نشان میتم و مقایسه میکنیم استیلین را با چی؟ با ایتیلین. یک مدلی از ایتیلین هست شاگردای نازنینم که ایتیلین از دو اتم کاربن تشکیل شده که کاربن ها با هم رابطه دوگانه دارند و همچنین هر کاربن با دو هیدروژن چی هست؟ در ارتباط هست. یک کاربن به دو هیدروژن نصب هست، یک کاربن هم به دو هیدروژن نصب هست و شما میبینید. حالا این را مقایسه میکنیم با استیلین. این چی هست؟ مدل استیلین هست. ببینید در استیلین، استیلین از چی تشکیل شده؟ از دو کاربن و دو هیدروژن. به هر کاربن یک هیدروژن وصل هست. رابطه بین کاربن کاربن رابطه چندگانه هست؟ سگانه هست. خب رابطه سگانه هست. شکل مولکول هم خطی هست شما میبینید. اما اینجا اگر از استیلین رو شما ببینید چی هست؟ مولکول خطی نیست، مثلثی مسطح هست. ببینید چون حالت هایبرید در واقع کاربن چی هست؟ sp2 هست، ولی اینجا حالت هایبرید کاربن sp هست، بنابراین شکل مولکول خطی هست. به همین دلیل ایزومری سیس و ترانس را ما در استیلین و در الکاین ها نمیبینیم، فقط ایزومری مربوط به رابطه سگانه را میبینیم. شما اگه دیدانه را با هم مقایسه بکنید، یکی از نظر روابط یک نماینده یک الکین هست و یه از نمایندگی میکنه از الکاین ها. در الکین ها رابطه دوگانه است، در الکین ها رابطه چندگانه است، در الکاین ها رابطه سگانه هست. خب خب چون مشخصا امروز میخوایم راجع به استیلین صحبت بکنیم، در واقع یک مدلی از استیلین هست. خب همچنان نکته دیگه ای که ببینید الکاین ها نظر به الکین ها یک اتم هیدروژن کم بود دارن. ببینید دو اتم هیدروژن داره و 4 اتم هیدروژن کم بود داره، یعنی هر کاربن در واقع یک اتم هیدروژن کم داره نسبت به الکین ها. در مجموع الکاین ها نسبت به الکین ها دو اتم هیدروژن کم دارن. این هم مدلش که من برای شما نشان دادم. خب حالا میریم سراغ چی؟ سراغ باقی صحبت ها و گپ ها راجع به استیلین. استیلین کدام تعاملات را میتونه انجام بده؟ ما میخوایم تعاملات استیلین را مورد بررسی قرار بدیم. به لحاظ از اینکه استیلین رابطه سگانه وجود داره بین کاربن کاربن در استیلین، یک مرکب یک هیدروکاربن غیر مشبوع است، بنابراین علاقه مندی به تعاملات جمعی دارن. میخوایم تعاملات جمعی را انجام بدن و به همین لحاظ وقتی که تعاملات جمعی را انجام بدن رابطه سگانه و دوگانه و بالاخره به یگانه تبدیل میشه. یعنی الکین ها در اثر تعاملات جمعی تبدیل به معذرت میخوایم الکاین ها در اثر تعاملات جمعی ابتدا به الکین ها و بعد به الکان ها تبدیل میشن. خب از جمله تعاملاتی که میتونن انجام بدن هیدروژنیشن هست، برومنیشن هست و همچنان این در واقع همچنان اکسیدیشن هست که به طور مشخص هر کدومش را مورد بررسی قرار میتیم. خب ابتدا میریم سراغ هیدروژنیشن الکین ها. هیدروژنیشن البته مشخصا چی؟ استیلین. خب هیدروژنیشن استیلین هست، هیدروژنیشن میشه با یک مولکول هیدروژن. البته این هیدروژنیشن در حضور کاتالیست مثل نیکل صورت میگیره و در درجات حرارت. کاتالیست ما نیکل هست. در اثر از این هیدروژنیشن
خب یک مولکول هیدروژن از دو اتم هیدروژن تشکیل شده. یک اتم هیدروژن بالای یک کربن نصب میشه، یک رابطه پای مشکنه شاگردان نازنین، یک رابطه مشکنه، یک اتم هیدروژن بالای یک کربن و اتم هیدروژن دیگه بالای کربن دیگه نصب میشه. ابتدا این شکل میگیره، خوب دقت بکنید، CH رابطه دوگانه است، CH اینجا یک دست آزاد پیدا میکنه، خب و بعد هیدروژن ها هم از هم جدا می شوند. به این شکل ما می توانیم نوشته بکنیم، دو هیدروژنی را داریم که می توانیم این شکل بنویسیم. دو هیدروژنی را که چی داره؟ الکترون طاقه داره و تبدیل به رادیکال شده. بعد یک هیدروژن بالای یک کربن و هیدروژن دیگه بالای کربن دیگه چی میشه؟ نصب میشه و به این ترتیب چی تولید میشه؟ به قسم CH2. پس در اثر هیدروژنیشن اسیتیلین، اتیلین به وجود می آید. دقت کردید؟ و اگر این را باز هم ما هیدروژنیشن بکنیم، باز هم با هیدروژن ترکیب شود، بالاخره تبدیل به ایتان می شود با رابطه یگانه. خب اگر ما این را مثلا ادامه بتون باز هم هیدروژنیشن شود، بالاخره از چی به وجود می آید؟ CH3 یعنی ایتان به وجود می آید. دیگه تعاملی را که میتونه انجام بده چی هست؟ برومینیشن هست یا هالوجنیشن بهتر است بگوییم، که از جمله اونها برومینیشن را مورد بررسی قرار میدیم. پس میگیم هالوجنیشن، هالوجنیشن اسیتیلین. خب باز هم ما اسیتیلین را داریم، جمع بروم را به این شکل مینویسم. ببینید دقت بکنید، اسیتیلین رو داریم همراه با چی؟ با بروم تعامل میکنم و به این ترتیب باز هم یک رابطه در واقع پای میشکنه، یک بروم بالای یک کربن و بروم دیگه بالای کربن دیگه نصب میشه و دای بروم و ایتیلین رو در واقع چه کار میکنه؟ محصول نهایی ما هست، دای بروم و ایتیلین. خب یا نام دیگهش میتونه وینایل برومید باشه. خب تعامل دیگه ای که میتونه اسیتیلین انجام بده و جزء خواص اسیتیلین هست، چی هست؟ اکسیدیشن چی هست؟ اسیتیلین هست. خب اکسیدیشنش سوختن اسیتیلین با اکسیژن هوا رو میتونیم در نظر بگیریم، که اسیتیلین با اکسیژن هوا میسوزه به طور خود به خودی، معذرت میخوام، در اثر حرارت. خب اسیتیلین با اکسیژن هوا ترکیب میشه و مثل هر ماده عضوی دیگه که زمانی که میسوزه کربن دای اکساید، آب و انرژی را آزاد میکنه، یعنی همین گونه هست، کربن دای اکساید، آب و از یک مولش 1300 کیلو ژول چی؟ انرژی آزاد میشه. خب یا انرژی به صورت انرژی حرارتی هست. این تعاملات بود که در واقع چی انجام میده؟ اسیتیلین میتونه که انجام بده. طرق استحصال اسیتیلین، یک طریقه استحصالش، استحصال لابراتواریش را گفتیم، زمانی که کلسیم کارباید با آب تعامل میکنه اسیتیلین و همچنین کلسیم هیدروکساید تولید میشه. دیگه روش های استحصال اسیتیلین را هم در کتابتان روش های دیگهش را هم گفته. یک روش دیگهش هست که دایبروم و ایتان CH2Br دایبروم و ایتان با دو مولکول چی؟ پتاسیم هیدروکساید تعامل میکنه، البته در حضور چی؟ در حضور یک الکل باشه، در حضور یک الکل با هم تعامل میکنن و چی را میسازن؟ گاز اسیتیلین، پتاسیم برماید و آب را میسازه، پتاسیم برماید و همچنان آب محصول دیگهش هست که اینجا تولید میشه. البته چند مولکول آب؟ دو مولکول آب ساخته میشه شاگرد نازنینم، دو مولکول هم آب میسازه. این روش دیگه استحصال اسیتیلین بود، یک روشش هست. این روش دوم استحصال اسیتیلین هست و روش دیگه استحصال اسیتیلین هست که اگر که کربن را، کربن عنصری را که به شکل عنصر هست، خب کربن را با هیدروژن تعامل بتن، البته این تعامل در حضور چی صورت میگیره؟ در حضور برق یا الکتریک صورت میگیره. خب کربن با هیدروژن تعامل میکنه و چی را میسازه؟ اسیتیلین را میسازه. خب
این هم یکی دیگر از روش‌های استحصال استیلین هست. خب شاگردای نازنینه، امیدوار هستم که درس امروز مورد توجهتان قرار گرفته باشه. امروز ما در درس خود مشخصا راجع به استیلین صحبت کردیم، گفتیم استیلین یک گاز هست، اولین مرکب سلسله الکاین ها هست که کربن کربن رابطه سه‌گانه داره. گاز استیلین از دو کربن و دو هیدروژن تشکیل شده با فرمول C2H2. همچنین گفتیم انحلالیت پذیریش در آب خوب هست، در آب حل میشه و همچنین گفتیم از احتراقش مقدار زیادی حرارت آزاد میشه، به همین لحاظ در ولدینگکاری ازش استفاده میکنند و حالت هایبرید کربن هم SP هست و بعضی خواص کیمیاویش، یعنی بعضی تعاملاتش مورد بررسی قرار دادیم. هایدروجنیشنش رو بررسی کردیم، گفتیم استیلین وقتی هایدروجنیشن میشه ایتیلین را میسازه و همچنان برومینیشنش رو بررسی کردیم که دای برومو ایتیلین را میسازه و اکسیدیشنش رو گفتیم وقتی با اکسیژن هوا میسوزه کربن دای اکساید، آب و مقدار زیادی انرژی آزاد میکنه. بعضی از روش‌های استحصالش هم امروز یاد گرفتیم که یکی از روش‌هایش کلسیم کارباید، تعامل کلسیم کارباید با آب هست که در شرایط لابراتوری اینها با هم تعامل میکنه استیلین را میسازه. همچنین دای برومو ایتان وقتی با پتاسیم هیدروکساید تعامل میکنه، البته در محیط الکلی، باز استیلین را میسازه. همچنین عنصر کربن و هیدروژن را توسط برق با هم تعامل میتن و استیلین ساخته میشه. امیدوار هستم درس امروز مورد توجه شما نازنینایم قرار گرفته باشه و به خاطر از اینکه در واقع یک کار خانگی ما براتان دارم، چون این فصل کتاب ما به پایان رسید و فصل پنجم را به امید خدا امروز به پایان رساندیم، کار خانگیتان این هست که شما این فصل را یک دفعه به طور کامل مرور بکنید، مطالعه بکنید تا انشالله که برای جلسه بعدی آماده شویم که قرار هست سوالات را با هم کار بکنیم. خب شاگردان نازنین، تا جلسه بعدی خدا نگهدارتان.